سلام و درود بر بینندگان گرامی، امیدوارم که خوب و خوش باشید. بنده اومدم خدمتتون که برنامه جهان امروز رو از تلویزیون اندیشه در خدمتتون آغاز بکنم تا یک ساعت و ببینیم که مطالب و سوژه هایی رو که در این برنامه به نظرم میاد که براتون مطرح کنم چه هست و چه باید باشه. به هر حال بینندگان گرامی، امروز همونطور که میدونید جمعه است و ما جمعه ها از ساعت 2 تا 3 برنامه زنده داریم و سه شنبه ها از 5 تا 6 بعد از ظهر، پنج شنبه ها و شنبه ها ساعت 2 بعد از ظهر بازپخش برنامه است که حتما دیگه اطلاع دارید و حضورتون عرض کنم که با ما هستید همیشه در این ساعت ها که الان اینجا ساعت تقریبا 2:08 است، نیویورک 5:08 است، تهران 1 بامداد به اضافه 38 و مونیخ هست 11:08 و فردا هم که چیز هست، فردا هم که حضورتون عرض کنم در استرالیاست، یعنی 17 ساعت اونها از ما جلوترند که امیدوارم در تمام این کره زمین هر جایی که ایرانی ها هستن و تصویر ما رو میبینن بهشون بد نگذره. بینندگان گرامی، امروز سرخط خبرها همونطور که اطلاع دارید ماجرای تعطیلی سفارت کانادا هست در تهران، برای اینکه حالا مطالبی رو عنوان کردن به اون دلایل و اینی که دیپلمات‌های کشورهای خارجی در تهران مسئولیت به اون صورت ندارن و امنیتشون رو دولت حفظ نمی‌کنه، اینها برداشتن سفارت رو تعطیل کردن. 5 نفر از کارمندان سفارت ایران در اتاوا رو هم بهشون وقت دادن که نه کارمندا رو 5 روز وقت دادن که کانادا رو ترک بکنن. حالا زد و خوردها شروع میشه. حالا این ماجراهای حضورتون عرض کنم که وابستگی به صهیونیسم و نمیدونم لجبازی به خاطر موفقیت در اجلاس و از این همه رو میچسبونن به هم دیگه که بخوان بگن این کانادا بنا به دلایل این کارو کرده. دلایلشون اعلام کرده به خاطر حمایت از حضورتون عرض کنم که بشار اسد و نمیدونم فعالیت‌های هسته‌ای و از این قضایا هست. یه دونه تصویر رو من خیلی خوشم میاد نگاه کنیم با هم دیگه، روی لپتاپ من هست، اینو نگاه کنیم. به 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 به، نگاه کنیم بینندگان گرامی چه سعی و کوششی کرده که این کبودی رو پیشونی رو مدل بده، مثل علامت نمیدونم علامت چیه این، مثل کادیلاک بگیم، مثل به هر حال این ماشینا که علامتشون جلوشون نصب میشه، ساخته چه کارخونه ای هست. حالا ایشون هم همجوری مدل داده و حضورتون عرض کنم که به این وسیله سرسپردگی خودشون رو به رژیم و از اون طرف برای گور زدن مردم که ما خیلی اهل عبادت هستیم و جای مهر رو پیشونیمون مونده، کار خودشونو میکنن، خر خودشونو میرونن و به هر حال از وزرا هم هستن یا مقامات بالا دیگه، بالاخره غیر از اینا که اینجوری با این قشنگی عکسشون نمیدازه. ماشاءالله چیزم هست دیگه، همچین پروپیمونم مشخصه که وضع حساب بانکیش هم خوبه و دیگه چی میخواد از این بهتر. بینندگان عزیز و گرامی، من امروز یک داستان برخلاف همه برنامه ها که جست گریخته یه اشاره کوتاهی به بعضی سوژه ها میکنم، امروز میخوام یه داستان براتون بگم که وقتی این رو مرور میکردم دیدم که عجب شرایط مملکت ما شبیه این داستانه و حالا به موقعش براتون تعریف میکنم. و اما در مورد اینی که بینندگانمون تلفن میکنن، پیغام میذارن یا با من در طول این فاصله ای که از اون برنامه تا این برنامه پیش میاد صحبت میکنن، بعضی ها هستن
وقتی هم خودشون باهاشون صحبت میکنم میگم آره ما صدا رو روشن کرده بودیم، رفته بودیم تو آشپزخونه، بعد دیدیم که داره این جمله ها گفته میشه و یه دفعه ما کنجکاو شدیم. البته اینجوری به هیچ وجه نمیشه قضاوت کرد. بینندگان عزیز، شما یک جمله ای رو از یک کلمش کنجکاو میشید و بعد بر اساس اون کنجکاوی اون وقت اظهار نظر میکنید و اظهار نظرتون اکثرا درست از آب در نمیاد، همونطوری که من صحبت میکنم و شما میبینید که اشتباه شده. در طول برنامه هایی که ما داشتیم بنده همیشه گفتم که آقا بایستی انصاف سیاسی داشته باشیم و این انصاف سیاسی رو هم از دکتر حسین لاجوردی من نقل قول میکنم، برای اینکه این پیشنهاد رو پسندیدم، پذیرفتم و مورد نظرم هم بود. و اینی که تکرار میکنم، انصاف سیاسی به معنای این است که ما هر کسی در هر جایگاهی که قرار داره ببینیم که کارهای مثبتش چیه، کارهای منفیش چیه، به صرف اینکه باهاش خوب نیستیم، حالا دلایل خوب نبودنش درسته درست نیست یا هر چی، به صرف اینکه باهاش خوب نیستیم هر حرکتی رو، مثل امروز شما نگاه کنید در جمهوری اسلامی هر اتفاقی میفته اگر خوب باشه خب امام غایب کمک کرده، اگر که خوب نباشه صهیونیسم و CIA و اینتلیجنس سرویس و نمیدونم موساد و همه اینا دست به دست هم دادن و اون کار رو بهش لطمه زن. اینجوری نباشه که اگر خوب نیستیم بخوام یه دفعه سنگ رو ورداریم و بزنیم شیشه رو بشکنیم و خوردش کنیم بگیم تموم شد رفت. این برای آیندگان ما هم نمیتونه راه درستی باشه که از پدرانشون به ارث ببرن. بنابراین ما انصاف سیاسی داشته باشیم، وجدان سیاسی داشته باشیم، این رو من همیشه در برنامه ها گفتم و اگر احیانا صحبتی میشه باز این جمله رو برای اینی که جلوی هر گونه برچسب و اینا رو بگیرم همیشه گفتم لعنت بر اون کسی که شما منو بهش منتسب بکنید، غیر از خانواده خودم که خب طبیعتا اون وابستگی فامیلی هست و اون مسائلی که خب به هر حال هر پدر و فرزند و فرزند و پدر و مادر و خواهر و برادر دارن، ولی از نظر سیاسی یا اینی که بنده بخوام بلنگوی جایی باشه. این ماجرای انصاف سیاسی رو یه خورده بهش فکر کنید، یه خورده ما باید از اون حب و بغض بیان بیرون و امروز دیگه بعد از 33 سال یه ذره فکر کنیم که آقا کارهای مثبتی هم بوده، ضمن کارهای منفی، ضمن مشکلات، نارسایی‌ها، کارهای مثبتی هم بوده. من حتی اگر این احمدی هم کار مثبت بکنه ترجیح میدم که بگم حتی خودش متوجه بشه که آقا کار مثبتش رو میگن حتی دشمنان به قول خودشون، نه اینکه ما هر کسی هر حرکتی کرد اگر دوستش داشته باشیم خطا باشه دلیل توجیهی براش به وجود بیاریم بعد ثبت کنیم و ضبط کنیم، اگر دوستش نداشته باشیم هر کاری که بکنه ولو اینکه بهترین کار باشه یه جوری براش پرونده باز بکنیم. و اینو من همیشه گفتم، حالا نمیخوام باز وقت برنامه رو بگذارم روی این قضیه بینندگان نازنین. و اما داستانهایی که حضورتون عرض کنم در شرف اتفاق این سخنرانی‌هایی که میشه، این جلساتی که برگزار میشه، شما ببینید یه مقداری توجه داشتید، من میدونم بی توجه نبودید، اما صحبت کردن در موردش نمیتونه گناهی داشته باشه. ما ببینید این مسئله اجلاس سران غیر متعهدها رو توجه بهش بکنید که چه کردن، چه هزینه‌ای بر دوش ملت تحمیل کردن و همش هم دارم میگم برای اینی که آبروی نظام حفظ بشه. آخه آبروی نظام با پول مردم که نباید حفظ بشه. درسته که قبل از گفتن این جمله شما ببینید چقدر اینا زرنگن، این مارمولک اصطلاح واقعا بدی نیست،
ببینید چقدر اینا زرنگن. قبل از اینکه بخوام بگن برای آبروی نظام، چهار تا آخوند دیگه میان چی میگن؟ میان میگن که این ثروت مال ولی فقیه، شما دارین از ولی فقیه تغذیه میکنین، دارین از اون میخورین، اون وقت نمیدونم حرمتی میکنین، نمک نشناسی. اول میان این رو تو اذهان مردم فرو میکنن، اذهان اونهایی که باورشون میشه، نه اذهان همه، چون واقعا همه چشمشون بازه، شعورم دارن، تشخیص میدن. بله میگوین که این چهار تا آخون میان اولی حرفا رو میزنن که بعد اگر گفتن آبروی نظام، کسی اعتراض نکنه و فکر کنن که آقا از مال خودش داره خرج میکنه، مهم نیست دیگه. اما نه، مال شماست، مال مردم ایرانه و اینها بدون اجازه صاحب این اموال، بدون اجازه صاحبان این ذخایر دارن پولاشون رو خرج میکنن. نه تنها خرجای بزرگ، بلکه از کنار اینها یه جاهای دیگه هم میره این پولا، در حسابای دیگری هم میخوابه، که حالا اگر در آینده برای این که یه وقتی با هم دیگه اختلافی پیدا کردن، این بخواد اونو خراب کنه، اون بخواد اینو خراب کنه، یهو دوتاشو لو بدن، اون دیگه به آینده مربوط میشه، مثل این پولی که شاهدش بودیم و هنوز که هنوزه تکلیفش روشن نیست و یواش یواش هم چون خلیفه گفت کشش ندین، همینطوری صحنه سازی برای مردم میکنند. و خیلی جالبه، اسامی هم نمیگن، رژیمی که قوه قضاییش تا تو خیابون یه نفر میگیرن، به هر عمر حالا بد حجاب بوده یا نمیدونم هر چی بوده، بلافاصله شروع میکنن راجبش حرف زدن و انواع اقسام تهمت ها بهش میزنن. یک چنین اختلاس عظیمی تو مملکت اتفاق افتاده، آقایون اسم نمیگن که تا زمانی که تقصیر ایشون ثابت نشود آبروی ایشون باید حفظ بشه. شما ببینید قسم و آدم باور کنه یا دم خلوص، و اون دیگه با شماست و این که چی رو باور میکنه. بله عرض میکردم این اجلاس رو با این همه پول و با این همه هزینه انجام دادن. عکس هایی که منتشر شد تعدادی دیدین کیا بودن، اومدن چرت زدن و رفتن. اصل ماجرا اینه آقا، یک چیز نمیدونم محیل العقولی از کره مریخ نیومده بود پایین، موشکی هوا نشده بود که رو دست بزنه به کشورهای دیگه که چه میدونم الان دارن کهکشانها رو بررسی و مطالعه میکنه. یک جلسه بوده که سه سال به سه سال هر کدوم از این کشورها موظفن این جلسه رو سرپرستی بکن. اینا یه جوری وانمود کردن انگار که از آسمون هفتم خداوند تبارک و تعالی به جبرائیل دستور داده برو این کارا رو بکن و به امام غایبم بگو که این حرکت ها باید انجام بشه و این اجلاس غیر متعهد ها در اون مملکت پیاده بشود که خاری بشود در تخم چشم دشمنان، دشمن دیگه کاری نکنه. بابا چیزی نیست، یه جلسه سه ساله، اون یکی بوده سه ساله، حالا شما 120 کشور هر کدوم باید سه سال این جلسه رو اداره بکنن. یه بهره برداری های مردم گول زنک برای چی میکنی؟ حالا از اینا بسیار زیاد است که حالا وقتی که ایشون این مسائل رو عنوان میکنند و جلسه برگزار میشه و اینا، حالا عقبه داره، مثل زمین لرزی که پس لرزه داره، حالا اینا ویلکون نیستن، در نمازهای جمعه، در سخنرانی ها همینطوری موفقیت این اجلاس را به رخ ملت ایران خواهند کشید و همینطوری منت میذارن که مبادا یه وقتی مردم بگن پول ما چی شد، منت منت منت، که اینجاست من میگویم که این داستان رو امروز براتون تعریف میکنم، اگرچه یه خود طولانی هم باشه. بینندگان عزیز فکر میکنم شما تحمل دارید و گوش میکنید این داستان رو که خیلی خیلی مچه با شرایط زندگی ما در مملکتمون و حکومتمون و قص علی هذا، که حالا دوستان عزیز
میگن چرا تو عربی میگی؟ عربی رو میگم اونا بفهمن که به اینا خودشونو متصل کردن، وگرنه بنده اصلا معنیشو نمیدونم. مثل همه شما که نماز میخونین معنیشو نمیدونین، قرآن میخونین معنیشو نمیدونین، دعای کمیل میخونین معنیشو نمیدونین، فقط یاد گرفتیم این کلماتو همینطوری قرقره کنیم مثل توتی، و بعدش هم به دلیل اون آهنگ سوزناکی که تو بعضی از اینا هست اشکی بریزیم، و بعد آخوندی بیاید بگوید که من خودم دیدم که از آسمون ملائکه آمدن فوج فوج، و اینها مأمور بودند که اشک ها را در شیشه بریزند ببرند در حوض کوثر خالی بکنند و آنجا اون آب گواراتر. ببینین چه خبره، ببینید اینا واقعا چه، اصلا نمیشه تو هیچ کتابی شما بخونید این مزوری و حق بازی. هموطن عزیز، اگر خانومی، اگر آقایی، اگر مادر من، برادر من، خواهر من، هر کسی که هستی قربونت برم، ببین اینها با این دروغا و با این حق بازی ها تو رو سر کار میذارن. هر عقیده‌ای داری داشته باش، من سر تعظیم فرود میارم، برای اینکه ما دوستان این ور آب از من ایراد نگیرین که چرا به عقاید مردم سر تعظیم فرود میاریم. من به عقیده هر کسی تا اونجایی که باعث ضرر و زیان به انسانیت نباشه سر تعظیم فرود میارم، اما خرافات رو باهاش مبارزه میکنم، و این خرافاتی که امروز باعث شده در اقصی نقاط جهان حتی در کشورهای متمدن تلویزیون ها بیان و یه مش شارلاتان برنامه بگیرن مردم رو سرکیسه بکنن، اینا پیش نیاد. این احادیث و روایات دروغ وقتی که همه گیر شد در مملکت، همه دروغگو میشن، فالبین میشن، رمال میشن، استولاب میندازن برای اینکه هوو سر فلان خانم نیاد، اینقدر پول بدین و اینقدر پارچه ترمه بیارین و این کارو بکنین، این کارو بکنین، شمع فلان و آینه بهمان. اینها همش مال حکومته. یواش یواش تو خیابون، تو خونتون نشستین میبینید که از تو کوچه دارن داد میزنن آی زالو، زالو هم میندازن. هجومت و زالو اینا اومده دیگه، اومده تو مملکت. یه چیزایی خورده مدرن تر شده، امروز بادکش هم میکنن. منتها شما اگر بیانی سیستم بادکش رو ببینید چقدر مجهز، چقدر خوب و مدرن وسایلش رو درست کردن بادکش، اما حق بازی و نمیدونم حدیث و روایت و این قضایا رو دنبالش نرین که عاقبتش همین فالبینی و رمالی و این قضایا نصیبتون خواهد شد و از زندگیتون عقب میفتین. بینندگان گرامی، هموطن عزیز، این که من عرض میکنم خدمتون، به جای این که این جمله من یه وقتی ممکنه آزارتون بده، یه خورده خودتون رو کنترل کنین، یه ذره فکر بکنید، وقت توی بازپخش برنامه یه دفعه دیگه هم شاید لازم باشه چک بکنید، اگر من حرف بدی زدم اون وقت قضاوت کنید در مورد من، ببینید که من دشمن شما هستم، از اینتلیجنس سرویس و موساد و اینا حقوق میگیرم، از CIA، یا اینی که دوست شما هستم. به هر حال گول این غذا، و واقعا شما ببینید طرف میگه صبح اول صبح آمده بره نماز بخونه، رفته دستشویی، و خب قبل از وضو باید دستشویی هم برن، گلاب به روتون، بعد دیده که فوج فوج ملائکه روی آسمونن و اینها فکر کردن که آمدن برای اینکه نمیدونم غم زنا رو جلوشون رو بگیرن، دیدن نه خیر، یکی از این ملائکه گفته نه خیر، ما اومدیم این شیشه ها رو هم آوردیم، اشک چشم این کسانی که برای حسین گریه میکنن ببریم در آب کوثر بریزیم که اون آب گواراتر بشه. حالا یکی نیست به اینا بگه آخه شیخونا، کی با شما این حرفا رو زده؟ کی خبر آورده از حوض کوثر برای شما؟ کی این ارتباط رو با ملائکه برقرار کرده؟ آخه چرا در این همه سالها گذشته هیچ کس ملائکه ندیده، فقط تو صبح بلند شدی رفتی تو حیات دیدی فوج فوج ملائکه اومده؟ و از طرفی آخه چرا، من نمیدونم، این همه، این نزدیک 7 میلیارد جمعیت داریم ما
در روی کره زمین. همه این 7 میلیارد مردودن، فقط این چند 75 میلیونی که تازه شدن 75 میلیون که تا بعدم بخوایم محاسبه بکنین، تعداد بسیار زیادی از این 75 میلیون خودی نیستن، غیر خودی هن. یه سریشون هم که ادیان دیگر رو دارن و برای یه تعداد کمی در حدود 7-8 میلیون نفر تمام این امکانات و سرویس ها آماده شده، مهیا شده برای این یه تعداد. یعنی همه کار و کارگاهش خداوند تبارک و تعالی اختصاص داده به این چند میلیون. عشقشون رو تو شیشه ببره بریزه تو آب کوثر و نمیدونم دو تا ملائکه این ورونورشون یادداشت بکنن و بیان نمیدونم این مهر اینجا رو برای گول زدن. مثل اینکه من حالا اینم یه دفعه یادم افتاد که ملائکه میبینن زودتر بیان سراغشون. به هر حال همه رو گذاشته اومده اون چند میلیون رو داره سرویس بهشون میده، حوریه های 72 متری رو برشون رزرو کرده. آقا کوتا بیان، هر کسی از طریق خودش میتونه ارتباطش رو با اون کسی که بهش اعتقاد داره برقرار بکنه. نه واسطه میخواد نه هیچ، اصلا نیاز نداره. واسطه ها رو دیدیم در طول تاریخ تمام ادیان. من نمیخوام بگم الانم با جمهوری اسلامی اگر سر ستیز دارم، نمیخوام بقیه رو ندیده بگیرم. تمام ادیان رو شما نگاه بکنید، این آخونداشون اومدن و اشکال درست کردن، زمین بهشت فروختن، نمیدونم مردم رو بردن تو کلیساها شکنجه دادن، کشتن، همه این کار رو کردن. شب اول عروسی عروس نمیدونم تعلق داشته به فلان کس، به کشیش، در اسلام هم کردن، تو شهرستان ها آخونده هم کردن این کار، از همدیگه یاد میگیرن دیگه، از دست همدیگه یاد میگیرن. به هر حال بیننده گرامی از دست من ناراحت نباش، من اینهایی که میگم واقعیت به نفع خودته. هر کسی رو میخوای بپرس، هر کسی رو میخوای بهش اعتقاد داشته باش، اما دنبال خرافات نرو. دنبال خرافات اگر بری، ببینید وقتی که الان رسیدیم به پیام‌های بازرگانی، بحثمونم گل انداخته. من خواهش میکنم پیام‌های بازرگانی رو ببینید و بشنوید و برگردیم تا در این مورد من ادامه بدم. الو سلام علیکم، حال شما چطوره؟ ها چطور بودی بهتر شدی؟ خسته یا چته؟ شنفتم چی کارا میکنی؟ پدر جان چی کار میکنی؟ خوبی؟ الو الو قطع شد. با بیلیفون صحبت کنید تا قطع نشید. بیلیفون 818-532-5800 اتصال سریع، قیمت پایین، کیفیت بالا. بیلیفون، برای ارتباط با عزیزانتان در راه دور از بیلیفون استفاده کنید. بیلیفون 818-532-5800 بیلیفون. به الیت مزدا در گچینو خوش آمدید، جایی که فروش و سرویس اتومبیل معنای متفاوت با دیگر نمایشگاه‌های اتومبیل دارند. در الیت مزدا راحتی و رضایت شما در اولویت کار ما قرار دارد. شما فقط با یک بار حضور در نمایشگاه ما در خواهید یافت که تجربه خرید و سرویس اتومبیل در الیت مزدا تجربه کاملا متفاوت و رضایت بخش است. در نمایشگاه الیت مزدا به هنگام سرویس اتومبیل خود شما می توانید از سرویس های رایگان نظیر سالن ورزش و ماساژ، آرایشگاه، انواع نوشیدنی ها و کامپیوتر و اینترنت استفاده کنید. هدف ما در الیت مزدا ارائه بالاترین کیفیت سرویس اتومبیل و قیمت های غیر قابل رقابت در فروش مدل های مختلف مزدا است. اتومبیلی که برنده جایزه های متعدد بین المللی شده است. همین امروز از نمایشگاه باشکوه الیت مزدا در گتینو در فاصله 5 دقیقه پارلمان کانادا دیدن کنید تا مزدای دلخواه خود را بیابید. الیت مزدا واقع در 12-05 اوست لابراندری گتینو کبک، 819-568-6000 الیت مزدا.
الو سلام علیکم، حال شما چطوره؟ ها چطور بودی؟ بهتر شدی؟ خسته یا چته؟ شنفتم چی کارا میکنی؟ پدر جان چی کار میکنی؟ خوبی؟ الو الو قطع شد. با بیلیفون صحبت کنید تا قطع نشید. بیلیفون 818-532-5800 اتصال سریع، قیمت پایین، کفیت بالا. بیلیفون، برای ارتباط با عزیزانتان در راه دور از بیلیفون استفاده کنید. بیلیفون 818-532-5800 بیلیفون. بینندگان گرامی، خدمت شما عرضه بدارم که آگهی‌های بازرگانی رو هم دیدید. تا میتونید برای این تلویزیون سعی بکنید که توصیه بکنید به دوستانتون، آگهی بدن به این تلویزیون، چون چرخ‌های تلویزیون با این آگهی‌ها می‌گرده. بنابراین شما هم سعی کنید که همکاری کنید در این گردش چرخ‌ها. و از طرفی خواستم به اطلاعتون برسونم، اگر فرصتی شد حتما تصویرش رو بهتون نشون میدم. امروز و فرداست که کتاب صحرای محشری که بنده از جمالزاده ضبط کردم به بازار بیاد و خواستم بهتون اطلاع بدم. اون دسته از کسانی که سراغ میگرفتند و پیش خرید کردن، امروز یا فرداست که آماده بشه و در ارسالش حتما عجله خواهیم کرد. بینندگان گرامی، شما پیوند شلغم با کیوی رو دیدین؟ پیوند شلغم با کیوی یه چیز بعیدیه، اما اگر ببینید اون وقت میبینید هیچم بعید نیست. الان روی لپتاپ من میتونید تماشا کنید پیوند کیوی و شلغم رو. بله بله، نگاه کنید، یه طرفش کیویه، یه طرف شلغمه. عجب روزگاریست. بینندگان گرامی، اینا البته ببخشید، من با ریخت و قیافه کسی کاری ندارم، اما از اونجایی که اینا همشون حقه بازی میکنن، همشون مردم رو میخوان به کجراهه بکشونن برای که خودشون دوام و بقا پیدا بکنن، اینها رو من دست از سرشون بر نمیدارم تا زمانی که احساس کنم به راه راست هدایت شدن. یعنی در واقع ماها باید یه کاری کنیم اینا به راه راست هدایت بشن، دست از حق بازی و شالاتانیزم بردارن. بینندگان گرامی و نازنین، یک خبری شنیدم کلی باعث افتخار تک تک ماست، و اون این که فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران در مراسم اختتامیه اجلاس سالانه اساتید بسیجی دانشگاه‌های کشور در تالار قدس حرم مطهر رضوی، ببینید چه عظمتی داره این عنوان، اعلام کرد که تمام حرکات ناوهای امریکایی در خلیج فارس تحت نظارت نیروی دریایی سپاه و هیچ ناوی از امریکا بدون نظارت سپاه در خلیج فارس حرکت نمیکنه. توجه کردین؟ یه دفعه دیگه جمله رو بخونم براتون ببینید معنیش چی.
تمام حرکات ناوهای امریکایی در خلیج فارس تحت نظارت نیروی دریایی سپاه است و هیچ ناوی از امریکا بدون نظارت سپاه در خلیج فارس حرکت نمی کن. حالا یه خود راجبه صحبت میکن. اینا دوربین دارن، جدی به تو میگم، خودش گفته، نه که من میخوام، باور کنید اینا دوربین دارن، خودش گفته ما رصد میکنیم، پشت این دوربینا وامیستن نگاه میکنن که ناوها کجا میرن چی کار میکنن. این بابا طوری میگه آدم فکر میکنه، شما اول همینجوری فکر کردین، آدم فکر میکنه هر ناوی که میخواد حرکت کنه اول با بیسیم یا از طریق سفارتخونه اجازه میگیره و اعلام میکنه که آقا ما میخوام 10 مایل یا 10 متر یا 10 گز حرکت بکنیم یا 10 گره، حالا رو آب هستن، حرکت بکنیم، بنابراین اجازه بفرمایید که ما تحت نظر شما این حرکت رو انجام بدیم. نه خیر، حالا ایشون این رو به چه مجوزی، به چه عنوانی آمده و به این صورت اعلام میکنه من نمیدونم واقعا، یعنی خودشون هم خودشون رو گول میزنن که یه دفعه دیگه گوش کنین، تمام حرکات ناوهای امریکایی در خلیج فارس تحت نظارت نیروی دریایی سپاه است و هیچ ناوی از امریکا بدون نظارت سپاه در خلیج فارس حرکت نمی کند و ما آنها را رصد می کنیم. رصد همینه دیگه، دوربین می دازن نگاه می کنن که ناوا حرکت کردن یا نکردن. اینم مال فرمانده نیروی دریایی بینندگان گرامی. و اما این داستانه که خیلی جالبه، بزنید یه خود عقبتر تعریف کنم اینو، برای اینکه در مورد سفارت کانادا هم که صحبت کردیم، سفارت کانادا از اولی که جمهوری اسلامی تأسیس شده تقریبا مرتب روابطشون شکراب بوده، تا چند سال پیش هم که زهرای کاظمی رو آقای مرتضوی با پاشنه کفش زد توی گیجگاش و به هر حال بعد از چند ساعت یا یکی دو روز ایشون فوت کرد. و حالا بگذاریم که آقای مرتضوی سر جاش موند تا حادثه کهریزک رو به وجود آورد، اینا بماند. من گفتم نمیدونم این در جوونیش چه خدماتی انجام داده به این آخوندها که همینطوری میخوان به عنوان تشکر ادامه بدن باهاش و دلشون نمیاد که دست رد به سینش بزنن. به هر تقدیر بینندگان نازنین و گرامی، این ارتباط همیشه شکراب بوده و الان هم اول برنامه عرض کردم، در خبرها هم شنیدید که سفارت کانادا در تهران تعطیل شده و به کارمندان سفارت ایران در اتاوا هم اعلام کردن ظرف 5 روز بایستی اتاوا رو، کانادا رو ترک بکنن و دلیلشون هم این بوده که اینها به اسد کمک میکنن، اظهارات نجات پرستانه و خصمانه علیه اسرائیل انجام میدن و فعالیت‌های اتمی هم به جای خودش که اون هم یکی از مخمصه هایی است که مردم ایران گرفتار شدن. اما بینندگان عزیز، خوشبختی 3 جمله داره: تجربه از دیروز، استفاده از امروز، امید به فردا. اما امروز تو مملکت ما شکلش عوض شده، حسرت دیروز، اتلاف امروز، ترس از فردا. ولی میخوام خواهش بکنم این شعار رو تغییر بدیم و بیاییم دیروز که گذشت بی خودی هم همش نزنیم، امروز رو ازش استفاده بکنیم و برای فردا برنامه ریزی بکنیم. واقعا همینجوری در جا زدن همینجوری هم نمیمونه، بدتر خواهد شد که بهتر نمیشه. رمالا و فالبینا و طالبینا میان سر کار و اون وقت اساتید دانشگاه تحصیل کرده ها که من نمیدونم با چه خفت و خاری من برم درس بخونم
زجر بکشم، نمیدونم تخصص بگیرم، بیام یک آخوندی اون وقت به من بگه این کارو بکن این کارو نکن، و بگم چشم و اینجوری هم جلوش وایسم، و مجبور بشم برم اینجا من یه دونه مهر بندازم، جای مهر بندازم که آخونده نظر لطفشو از من دریغ نکن. بیایم یک حرکت دست جمعی، حرکت جمعی، دست جمعی که فکر نمی کنم درست باشه چون هم دسته هم جمعی همچین مناسبتی با هم دیگه نداره، به هر حال یه حرکت جمعی بکنیم و مملکت رو نجات بدیم. جوونا، چشم امید همه این گذشته ها، این گذشتگان، این نسل قبل از شما به شماست و نسل آینده هم. به هر حال هر کاری که شما بکنید براشون کردید دیگه، ماها کاری نمیتونیم براشون بکنیم، ماها کار خودمون رو کردیم، خرابکاریمون رو کردیم دیگه، نشستیم داریم ماستمون رو میخوریم. شما باید حرکت کنید. بله بینندگان نازنین، اما این داستانی که بنده میخوام خدمتون عرض بکنم، یه جاهایش ممکنه همچی تلویزیونی نباشه، من در لفافه میگم، اما خودتون میدونید، برای اینکه لازمه گفته بشه، رو دروازی که نداریم باید گفته بشه. میگوین که در گذشته های دور پادشاهی بیگانه بر سرزمین همسایه مسلط شد. شما دقیقا میتونید اینها رو جانشین براش بذارید از امروز خودمون. از همسایگی یک پادشاهی حمله کرده، کشور همسایه رو گرفته و مسلط شده. او بدخواه و در این حال خیلی زیرک بود. وزیری هم داشته که از خودش بدخواه‌تر و زیرک‌تر. به اون امر میکنه راهی پیدا بکن تا بر روح و جان این مردمان مسلط بشن. بدون اون که بفهمند و اعتراضی بکنند، ما دیگه از دردسر اعتراض و این قضايا خلاص بشینه، تظاهرات نکنن، تو خیابون نیان و و و. وزیر یکی دو روزی فکر کرد و یک توماری نوشت و به جارچیان داد تا در سرتاسر شهرها و دهات اون کشور بخوانند. قوانین جدید اعتقاد به دین قدیم و سواد آموزی رو غیر قانونی اعلام کرد و مالیات ها رو به 3 برابر افزایش داد. شب زفاف عروس از آن شاه باشد و ارزش جان مردمان به اندازه 4 پایان کشور همسایه که موطن اصلی شاه بود اعلام شد. هر گونه اعتراض و مخالفت با این قوانین مجازات مرگ داشت و در نهایت طبق این قوانین صدای مشکوک و تو اون زمین فعالیت کردن هم ممنوع شد و خیلی جدی ممنوع شد. پادشاه گفت ای وزیر، این همه فشار، آخه اونم با این شرایط فکر نمی کنی که شورش در پی خواهد داشت؟ مگه قرار نبود یه انقلاب مخملی بکنیم، یه جوری آروم قضیه رو سر و تاش هم بیاریم؟ وزیر گفتش که نگران نباشید اعلیحضرت، به بند صدای مشکوک دقت نفرمودید. همون سوپاپ اطمینانی است که انرژی اعتراضشون رو خالی میکنه. و همچنین شد که وزیر گفت. مردم لب به اعتراض گشودند که ظلمی آشکار است و این طبیعی است که پادشاهی از کشور دیگه بخواهد مردم رو به دین خودش در بیاره، خب این طبیعیه، و یا سواد خوندن رو از اونا بگیره حالا تو سرش بخوره. همچنین افزایش مالیات همیشه مطلوب شاهان بوده و مالکیت در شب زفاف هم رسمی قدیمی است، مالکیت عروس، و بی ارزش بودن جان ما در مقابل جان مردمان همسایه هم از وطن پرستی شاهه که خب مال اون مملکته، اینا همه به درک تو سرش بخوره. اما دیگه صدای مشکوک و تو اون زمین فعالیت کردن که آخه این زوره، تازه مگه پادشاه میتونه در تمام دستشویی‌های مملکت بیا سرک بکشه و مأمور بگماره؟
اونا که با سوادتر بودن داد سخن دادن، دیدید که وقتی که یه اتفاقی میفته خب طبیعتاً یه عده اظهار نظرهای آنچنانی میکنن دیگه، داد سخن دادن که تازه جانم خالی نبودن به هر حال روده و معده برای سلامت مفید است و هیچ قبحی در آن نیست و اینا متحجرن، متحجرانی بیش نیستن که سرشون رو در تنبان خلایق فرو میکنن. با کلی کیف و خاطره این تفسیرها رو یک تفسیرهای علمی تلقی کردن و این متحجر گفتن بسیار بسیار سنگین و پرتمطراق بود که اینها سری تکون میدادن و میگفتن و اعتراض میکردن و به هر حال روشنفکران اون زمان بودن و گفتن تازه مگه خود شاه این حرکت ها رو نمیکنه. بعد مردم افتادن به جوک سازی، جوک هایی ساختن که پادشاه وقتی که خودش نمیدونم این کار رو نکرده منفجر شده، تیک پاره شده، نمیدونم از چوپنبه استفاده کردن، فلان فلان فلان، و اسمس برای هم میفرستادن و میخندیدن. نگهبان های حکومت هم گاهی اوقات سرزده وارد دستشویی ها میشدن و خلاصه کسانی که خلاف میکردن اینها رو میگرفتند و میبردند به منکرات محل. اما مردم همچنان عادت کرده بودن برای مبارزه با حکومت میرفتن یواشکی تو بیابون اینور اونور نگاهی میکردن، خلوت بود، یک حرکتی میکردن که خلاف گفته نمیدونم حکومت بود و برخلاف اون ماجرا. حتی مهمونیای شبانه میگرفتن، مهمونیای زیرزمینی، لوبیای فراوون میخوردن، نخود فراوون میخوردن که بتونن مبارزه بکنن و به هر ترتیب سرشون گرم شده بود با این حرکت و خدمتون عرضه بدارم که فکر میکردن دارن مبارزه میکنن. من داشتم این داستان رو میخوندم گفتم ببینید واقعا کسی که اینو درست کرده اولا چقدر باذوق بوده و در ثانی تمام مسائلی که امروز تو مملکت ما هست همین جوری سر مردم رو گرم میکنن، همین جوری مردم رو به چادر، به نمیدونم یه سری مسائلی که خب طبیعتاً بعضی از آقایون هم بعدشون نمیاد که بگن دخترشون سرشو بپوشونه یا خانومشون حجاب رو رعایت کنه، اونا هم بلدن، آخوندم میدونه چیکار بکنه، سر مردم رو به حجاب و چادر رو بگیر و به بندای اونجوری گرم میکنن و اونور هر کاری دلشون بخواد میکنن. و این شده 33 سال داستان‌های تکراری در مملکت ما که اگر شما خودتون مراجعه بکنید به خاطرات این 33 سال گذشته حتما نظایر این رو بارها و بارها میتونید بهش برسید. و من داشتم در مورد دروغ قبل از آگهی ها صحبت میکردم که گفتم این ماجرای دروغ و حضورتون عرض کنم که عشق در شیشه و حوض کوثر و این قضایا، بینندگان گرامی، دروغ گفتن اینها تمومی نداره. احادیث و روایاتشون در یک کتاب قدیمی از خود اینها میگفتن که یه چیزی حدود 6 تا روایت هست. 6 تا روایت رو امروز رسوندن به جایی که اصلا قابل شمارش نیست. وقتی که صفویه به برادران مجلسی گفت بروید و شیعه رو تا اونجایی که میتونید داستان براش درست کنید و سعی بکنیم که ما از عثمانی جدا بشیم که تابع حکومت عثمانی نباشیم، اینها آمدند و چنان هزیونهایی گفتند که امروز اون روز ممکن بود خوب بود، اون روز ممکن بود حرکت سیاسی جالبی بود که بخوان جدا بکنند و مملکت مستقل بشه. اما وقتی که ادامه پیدا کردن دکون دونفش این دریانی وقتی که ادامه پیدا کرد، بینندگان گرامی، دیگه از یه طرف دیگش باعث دردسر مملکت و ملت شد و هنوزم ولکن نیستن. شما هر کدوم از این آخوندار در هر نقطه‌ای که ببینید فقط این لباس تنشون باشه دروغ میگن، دروغایی که دیدی شاهدید، دیگه شاهدید که گفتن آقا وقتی به دنیا اومد یا علی میگفت. حالا این همه آدم مقدس دارن و این همه، فقط ایشون یا علی میگفت و از اون طرف نمیدونم نور پیشونی امام علی داشت کهکشان رو نمیدونم فلان میکرد، اون یکی هر کدومشون ملائکه رو میگن. یکی دیگر الان داریم براتون نشون میدم، شماره 6 رو
که ببینید واقعا انسان به اینی که اینقدر کوتاه فکر حساب میشه، باید من نمیدونم چه بکنه، نمیدونم سر به بیابون بذاره، ترک بلد بکنه، من نمیدونم. اینو نگاه بکنی تا بعد راجع به صحبت کنیم. سنن دار قطنی صاحب بیش مولای صاحب واسه کتاب حدیث اون مبارک نقل میکنه، جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم با یک جای بول کرد، یک کسی ام ایمن نام داشت، رسول خدا که دوباره میای صلی الله علیه و سلم، ام ایمن برآمد پالت که جناب رسول الله با کجا بول کرده. سبحان الله، بگین برادران عزیز، بالاخره از بویش یا بوی عطر میداد بول رسول الله علیه السلام، عطر جناب رسول خدا را بوی کرد و نوش جان کرد. دوباره آمد گفت که یا رسول الله صلی الله، گفت کجا بودی؟ گفت که بول معطر شما را نوش جان کردم. ببین حدیث مستندی که سنن داره خودی روایت میکنه، جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم مهربانی کردن که خوب دیگه کسی که به شکم او عطر ما بخورد، بول ما برود، شکم او هرگز گرسنه نمیگردد. شکم آن ام ایمن صد دیگه گرسنه نشد از برکت بول مطهر جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم. باور خوردن که پساده نیست برادران، از برکت اخلاق و مهربانی ها و عطوفت ها و عزت ها و شجاعت ها و غیرت ها و دلسوزی ها و تحمل های جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم است. مشاهده فرمودین. ببینید این رو باید چیکارش کرد؟ مردم بنده خدا رو جمع میکنه و میگوید که بول معطر رسول الله اگر کسی بخوره گرسنه نمیشه. آبا چرا شماها نمیخورین؟ پس چرا شماها نمیخورین که اینجوری گرسنه نباشین، به جون مردم نیفتین و برای شکمتون، برای سیر کردن شکم خودتون و فرزندانتون وبال گردن مردم نباشین؟ اگر راست میگن، اگر درست میگن، خود همین آقایون میتوانن یک گروهی به جای هر کدوم از این آقایون یک گروهی دارن به عنوان نمیدونم دفتر فلان، نمیدونم برای چاپ و نشر مطالب اینها، خب میتونن یک جایی هم درست کنن برای چه میدونم پالایش این حق بازی ها، مگه نمیتونن درست کنن؟ ولی میخوان باش، میخوان باشه که بتونن مردم رو عقب نگه دارن و تا اونجایی که دلشون میخواد بتازونن. دوام و بقایشون در این است که من و تو هیچی نفهمیم، من و تو سواد نداشته باشیم، من و تو به هر حال به نوعی درگیر این حق بازی ها و دروغ ها و احادیث و روایات اینا باشیم. به هر حال بینندگان گرامی، باز هم خدمتون عرض میکنم یه خورده به حرفای من فکر کنید، به حرفای من، به حرفای کسانی که تو این خط باهاتون صحبت میکنن فکر کنید. ما میتونستیم خیلی خیلی بهتر از این باشیم، بهتر از این زندگی بکنیم، ولی دیوونه که نبودیم قربونتون برم، یا شاید هم بودیم دیوونه خدمت به مردم بودیم، شاید، وگرنه بی ربط که نمیان بشینیم اینجا. باور کنید اگر که اینها درست بودن ما تعریف میکردیم ازشون، ما تشویق میکردیم که همه برن زیر پرچمشون سینه بزنن، ولی دروغ میگن. من وقتی که به عنوان یک انسانی که در یک مملکتی دارم زندگی میکنم، میبینم در یک مورد انواع اقسام داستانها برام تحویل میدن، میگن اون یکی میاد میگه امام زمان گفته من ظهور نمی کنم چون در عربستان باید ظهور بکنم، اونجا منو میکشن، یعنی یک موجود ترسو. این در نمیدونم سامره یه چاهه که دو تا شرطه گذاشتن اونجا دست به خنجر که اگه آقا میگن از اونجا میاد بیرون، اومد بیرون گردنشو بزنن، پس نمیاد بیرون. اینجا میگن که آقا گفته که من این نمیدونم اسرائیل تا زمانی که باشه، تا زمانی که عربستان سعودی باشه من نمیام.
خب اینا هر کدومشون یک چیزی رو بر اساس همون زمانی که دارن دروغ رو میگن مطرح میکنن، ولی خب یه عده هست اینا رو میذارن پیش هم دیگه، بعد اون وقت میگن دروغ 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 دروغ. به هر حال تو خواه سخنم پند گیر خواه ملال، اما یه خود فکر کن بعد تصمیم بگیر. با تشکر از سارو و غزاله و آریا، تا درود دیگر، بدرود. الو، سلام علیکم.